دستور تازه رهبر طالبان به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال. دستور تازه طالبان. رهبر طالبان دستور ضبط تسهیلات و خودروهای نظامی را صادر کرد. تخمین زده می شود که با پایان ماموریت نظامی آمریکا به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار تسهیلات در افغانستان باقی مانده است. ملا هیبت الله رهبر طالبان دستور داد که روند ثبت تسلیحات و خودروهای نظامی از استان قندهار در جنوب افغانستان آغاز شود. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز یکشنبه 1 مرداد گزارش داد که اداره تثبیت ثبت و مراقبت اداری بیت المال طالبان مسئولیت ضبط تسلیحات و خودروهای نظامی را بر عهده دارد و پس از قندهار در دیگر استانها هم روند ثبت عملی خواهد شد. قول اردوی سپاه 225 اتل در قندهار که طالبان آن را به البدر تغییر نام دادند و دلیل فشار جنگ طالبان یکی از مجهزترین سپاه‌های حکومت پیشین بود. قندهار پایگاه سنتی قدرت طالبان است و محل اقامت ملا هیبت الله رهبر این گروه است و به همین منظور روند ثبت تسلیحات و خودروهای نظامی هم از این استان آغاز می شود. در حال رهبر طالبان دستور ثبت تسلیحات و خودروهای نظامی را صادر کرده است که طی نزدیک به 2 سال از عمر حکومت طالبان بخشی از تسلیحات نظامیان حکومت پیشین ناپدید و یا به خارج از افغانستان قاچاق شده است. برخی گزارش ها حاکی از آن است که بخشی از این تسلیحات به اختیار گروه های تروریستی در سطح منطقه شامل تحریک طالبان پاکستانی یعنی TTP قرار گرفته است. ایالات متحده آمریکا و متحدان آن در ناتو طی 2 دهه حضور در افغانستان نیروهای حکومت پیشین را آموزش و تجهیز کرده بودند و بخش زیادی از تسلیحات این نیروهای ساخت آمریکا و پیشرفته تر از تسلیحات سابق نیروهای نظامی برخی از کشورهای منطقه بود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.